بانو یاد خدا بارز سلام بلنده های عزیز با سرویس خبری امروز از تلویزیون بامیان خوش آمدید. در آغاز سرخط اخبار. با گسترش مبتلایان به ویروس کرونا در بامیان، بازار بامیان از قرنطینه خارج شد. طالبان 50 مسافر دایکندی را گروگان گرفتند. ثبت 346 رویداد تازه یا مثبت ویروس کرونا در کشور. و 68 مقام و کارمند وزارت مالیه کشور به دلیل فساد اداری ممنوع الخروج شدند. مشروع اخبار. حکومت محلی بامیان تا جلسه در 28 جوزا از بازگشایی تمام اصناف در بازار بامیان خبر داد. در جلسه مذکور فیصله شد با استثنای حمام ها بقیه اصناف شغلی می توانند با رعایت نکات بهداشتی فعالیتشان را از سر بگیرند. این در حالی است که آمارهای رسمی که از سوی ریاست صحت عامه ولایت اعلان می شود رو به افزایش است. تا اکنون با ثبت 21 واقعه تازه کرونا در 24 ساعت گذشته در این ولایت، شمار مبتلایان به این ویروس به 364 واقعه می رسد و از این میان تا حال 83 فرد بهبود یافتند و 8 تن دیگر نیز جانشان را از دست دادند. شماری از شهروندان و فعالین مدنی ولایت، اداره محلی و مسئولان بخش صحت را متهم به کمکاری و بی‌توجهی می‌کنند. آنان می‌گویند با آنکه ویروس کرونا با گسترش روزافزون شمار زیادی از شهروندان به آن مبتلا می‌شوند، اداره محلی محدودیت‌های وضع شده را برداشته است و با برداشتن این محدودیت‌ها شمار مصاب شده‌ها به این ویروس فاجعه خلق خواهد کرد. شماری از اعضای شورای ولایت دایکندی میگویند طالبان نزدیک به 50 مسافر به شمال زنان و کودکان را از مسیر دایکندی کندهار گروگان گرفتند. شماری از اعضای شورای ولایت دایکندی به رسانه ها میگوید طالبان 3 روز پیش با بستن راه مواصلاتی دایکندی کندهار، 7 موتر را با سرنشینان آن که شامل 7 موتر مسافربری و 10 موتر باربری میشوند از این مسیر گروگان گرفتند. مسافران گروگان گرفته شده باشندگان ولسوالی های کجران و کیتیا دایکندی و از قوم هزاره و بلوچ هستند. آنان میگویند طالبان علت این گروگانگیری را فرار یک مرد با یک دختر جوان از ساحه زیر حاکمیتشان به ولسوالی کجران عنوان کردند و هشدار دادند که اگر باشندگان کجران این دو تن را به آنان تحویل ندهند به گروگانگیری ادامه میدهند. مقام های امنیتی ولایت دایکندی نیز با تایید این خبر میگویند که گروه طالبان 7 تا 10 موتر باربری و رانندگان آنها را در ساحه قرمه یا ولسوالی کجران متوقف کردند. غلام سخی غفوری فرمانده پلیس دایکندی میگوید که مسئولان محلی و بزرگان قومی ولسوالی کجران برای رهایی مسافران با طالبان وارد گفتگو شدند و تا فردا این موضوع حل خواهد شد. وزارت صحت عامه با ثبت 346 رویداد تازه مثبت ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته از میان 893 نمونه آزمایش شده در کشور خبر می‌دهد. بر بنیاد آمارهای وزارت صحت عامه تاکنون در کل کشور 27878 رویداد مثبت ویروس کرونا ثبت شده است که از این میان 7962 تن بهبود یافته و 548 تن دیگر جان باختند. همچنان در 24 ساعت گذشته 2 تن از اثر مبتلا شدن به ویروس کرونا جان باختند و 302 تن دیگر بهبود یافتند. اما آمارها از بحرین پایین هستند که از اثر کمبود مواد آزمایشی هیچ رویدادی از ولایت‌های هرات و بلخ گزارش دادن نشده است. رویدادهای مثبت در ولایت‌های کابل 231، کندهار 25، پکتیا 25، بامیان 19، هلمند 9، اروزگان 6، تخار 5، زابل 4، نورستان 2 و 1 رویداد دیگر در ننگرهار ثبت شده است. بر بنیاد معلومات وزارت صحت عامه در یک شبانه روز گذشته 2 بیمار مبتلا به ویروس کرونا جان باختند و 302 تن دیگر در ولایت‌های کابل 260، کنر 17، هلمند 14، زابل 10 و غزنی 1 بهبود یافتند.
همچنان تا کنون 62,492 نمونه آزمایش شده است و از شمار رویدادهای فعال ویروس کرونا در کشور 19,368 رویداد است. و خبر اخیر این که حکومت افغانستان گفته است که 68 مقام و کارمند وزارت مالی آن کشور به دلیل فساد اداری ممنوع الخروج شده و بدون اجازه مقام‌های عالی حکومت حق سفر به بیرون از افغانستان را ندارد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روز پنجشنبه 18 جون 29 جوزا در این مورد گفت گزارش‌های رسمی و غیر رسمی که نزد نهادهای بررسی کننده ما وجود داشته طبعا نیاز بر این بود تا این اتهامات بررسی شود. تصاویر مکتوب ریاست امنیت ملی افغانستان که در چند روز اخیر میان کاربران شبکه‌های اجتماعی در افغانستان دست به دست می شود حاکی از خبر ممنوع الخروج شدن دهم مقام وزارت مالی است. در این مکتوب که ظاهراً به تاریخ 23 جوزای سال روان صادر شده است و پلیس سرحدی میدان هوایی حامد کرزی اطلاع داده شده است که 68 مقام و کارمند وزارت مالیه ممنوع الخروج بوده و تنها در صورت داشتن حکم سفر از مقام ریاست جمهوری افغانستان اجازه سفر را خواهند داشت. تشکر و سپاس. حال رسیدیم به پایان سرویس خبری امروز. تا سرویس خبری دیگر شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم.